سلام به تمامی دوستای خوب و دوست داشتنی آترین. امروز میخوام راجع به یک تکنیکی صحبت بکنم که خیلی میتونه برای شما و برای کسایی که چه کار عکاسی میکنن و چه کار طراحی گرافیک میکنن مفید باشه. همه ما میدونیم که بوکه در حقیقت در عکاسی یکی از قسمت‌هایی است که با تغییر لنز جذابیت‌های عکس ما رو بیشتر میکنه. هر چقدر عمق میدان ما کمتر باشه و لنزهای متفاوت‌تری مثل لنزهایی که دیافراگم های بازتری دارن، لنزهایی که دیافراگم 1.2 یا 2.8 دارن، بوکه های مختلفی میدن و این شکل های دایره ای که در پس زمینه در حقیقت به وجود میاد خیلی کارو جذاب میکنه. اما میخوام توی این تکنیک به شما یاد بدم که چطور میتونیم خودمون بوکه بسازیم و هم استفاده منطقی ازش بکنیم و هم استفاده فانتزی، که به حال هم میشه بوکه تصویر رو زیاد کرد به شکل طبیعی، هم این که در حقیقت بتونیم به شکل فانتزی باش کار بکنیم. اما تمامی کاری که ما انجام میدیم با استفاده از ابزار براش هست و توانایی که در براش نهفته است، ضمن اینکه با رنگ هم سر و کار داریم. F5 رو میزنم تا جعبه در حقیقت براشز من فعال بشه و ابزار قلم رو هم برمیدارم. به تغییر بعضی از آیتم ها اینجا نیاز دارم، همونطور که میبینید قبلا هم من اینها رو انجام دادم. میخوام راجع به این آیتم ها صحبت بکنم که چه آیتم هایی باید برای ما تغییر بکنه و چه ویژگی هایی رو برای ما داره و ما ازش میتونیم استفاده بکنیم. اولی کاری که انجام میدید، یک قلم دایره ای رو برمیدارید، یک قلم دایره ای رو انتخاب میکنید مثلا مثل این، و تمامی چک مارک ها رو هم خاموش میکنید، بخاطر اینکه این گزینه هایی هست اینجا که شما باید خودتون تغییر بدید. هاردنس قلمتون رو، اگر قلمتون دور محوه، هاردنس قلمتون رو به دقیقا 75 تغییر میدین، برای اینکه میخوایم نه خیلی دور محو باشه نه خیلی دور سخت، اما گرایش ما به دور سخت بودن قلم بیشتر هست. بعضی که هاردنس رو تغییر دادید، سپیسینگ رو تا انتها بالای برید. البته میشه در شرایط متفاوت دیگه سپیسینگ رو در حقیقت انقدر بالا نبرد، ولی بالا بردن سپیسینگ این امکان رو به شما میده که به صورت تصادفی و با فاصله های متفاوت این بوکه ها در تصویر پخش بشه. بعد از اینکه این کار انجام دادید، میاد روی شیپ داینامیکس. اولین کاری که انجام میدید در حد نظم ظاهری قلم و زاویه قلم رو به هم میزید. نظم ظاهری قلم رو از 0 به در حد 15 تغییر میدید و انگل جیتر رو هم که 0 هست رو میزید روی 100 که نظم در حد زاویه قلم من به این دلیل که نظم ظاهریش به هم میریزه، چون وقتی قلم دایره‌ای باشه قاعدتا انگل تأثیر گذاریست، ولی وقتی نظم ظاهری کمی تغییر میکنه انگل خودش رو نشون میده تو بعضی از موارد. نکته دیگه که خیلی خیلی مهمه و شما باید بهش دقت بکنید اینه که اگر از ابزار دقیق با قلم نوری کار میکنید، میتونید با استفاده از پمپرشور کنترل بکنید اون دقیق قلم هایی که میزنید و کار میکنید برای اینکه پررنگتر یا کم رنگتر بشن و استفاده ای که دارید. خیلی خب، پمپرشور هم فعاله. بعد از شیپ داینامیکس میام در زیر مجموعه سکترینگ و سکترینگ رو تا انتها بالا میبرم و مقدار تراکمش رو هم میتونم تغییر بدم. تراکم رو پایین میذارم روی 2 یا 3، فکر میکنم تراکم شما خوب باشه که در حقیقت خیلی کار طبیعی به نظر برسه. بعد از اینکه اسکتر رو انجام دادم، میام روی تکسچر برای اینکه نیاز به یه بافت دارم. شما ممکنه تکسچرهای مختلفی داشته باشین. اگر به تکسچر خاصی در حقیقت میخواییم برسین و باید از اون استفاده بکنید، ممکن این تکسچر به صورت پیشفرض اینجا نباشه. بنابراین در زبانه مثلثی بالا اینجا کلیک میکنید، بعد این زبانه مثلثی دراپ داون منیوتون رو کلیک میکنید تا منوی شما باز شه و تکسچر فیل 2 رو لود میکنید. تکسچر فیل 2 رو میزنید، اپند رو میزنید تا اضافه شه به تکسچرهای شما، و من اپند رو میزنم تا اضافه شه. اینجا مدلی هست، دقیقاً مدل‌های مختلفی شما میتونید انتخاب بکنید و از اون استفاده کنید، مدل های متفاوتی که هر کدوم قابل استفاده است. حالت ویو 3 رو انتخاب کنید یا ویو 3 رو انتخاب میکنید، چک مارک اینورترتون رو فعال میکنید تا معکوس باشه، سکیل روی 100. مودهای مختلف اینجا دارید، بلندینگ مودهای مختلف اینجا دارید برای اینکه این تکسچر روی قلم شما کار بکنه. من اون رو به سابتراکت، یا در بعضی از اوقات میتونید به اوورلی تغییر بدین، میذارم روی سابتراکت. عمق رو هم میتونم، در حد عمق تکسچرم رو هم میتونم کم و زیاد بکنم، میذارم روی 20، فکر میکنم کافی باشه. چیزی که من ساختم الان اینجا این هست. اما خب این مسئله اصلا مسئله کافی برای من نیست. چرا؟ به این دلیل که هر چقدر من تلاش بکنم، بوکه که اینجا ساخته میشه خیلی تخته و اصلا برای من مناسب نخواهد. بنابراین من چطور میتونم کنترل بکنم که بوکه کم رنگ‌تر، پر رنگ‌تر، اگر رو هم اورلپ بشن همدیگر رو پر رنگ و کم رنگ بکنن؟ تمامی این امکانات با استفاده از ویژگی ترانسفر
قابل تغییره. به این دلیل که ترانسفر نظم اوپاسیتی و فلو شما رو به هم می‌ریزه. اوپاسیتی جیتر رو به 100 می‌رسونم، یعنی کاملا می‌بینید که اینجا یکی پررنگ‌تره یکی کم‌رنگ‌تره، و فلو جیتر رو هم می‌ذارم روی عدد 50 چون با فشار قلم اون دقیقاً پررنگ یا پرتر شدن یا کمتر شدن قلمم بیشتر به چشم میاد. خیلی خب، چیزی که من ساختم تا اینجا الان باید برای من کار بکنه و جواب بده و فوق‌العاده خواهد بود. هم از رنگ‌های گرم میتونید استفاده بکنید، هم از رنگ‌های سرد. من یک لایه میسازم و اسمش رو میذارم وارم در حقیقت، یا رنگ یا وارم کالر، رنگ‌های گرم، و رنگمو تغییر میدم. من قبلا با رنگ‌های دیگه کار کردم ولی الان میخوام مثلا به صورت زنده رنگ‌ها رو تغییر بدم، ببینیم که چه اتفاقی برام میفته. رنگ نارنجی رو اینجا انتخاب میکنم و خیلی خیلی ساده اول قلممو ریستر میکنم، شروع میکنم به کلیک درگ کردن این قسمت‌ها رو میزنم و بعد قلممو بزرگ میکنم، یک کلیک اینجا میکنم یا یک کلیک اینجا میکنم، به این شکل این بوکر رو اینجا میسازم با این بافتی که داره. یک لایه دیگه میسازم و این بار از رنگ سردی استفاده میکنم، مثلا فرض کنید مثل این رنگ، و بعد شروع میکنم به کلیک درگ کردن تو قسمت‌های مختلف، حالا به شکل فانتزی یا این قسمت‌ها یا اینجا یا اینجا یا به این شکل این قسمت‌ها رو کار میکنم. حالا زمانی که این کار انجام دادم، بعضی که بوکم رو اعمال کردم، میتونم با استفاده از بلندینگ مود ها بیام و کار بکنم و شروع بکنم به تغییر رنگ هایی که اینجا من دارم. مثلا وارم کالر رو میزنم روی کالر داج، بعد این رو میزنم روی اوورلی، به این صورت بوکم رو میسازم و بعد اگر نیاز داشتم میتونم با دیزاین یا با تغییر تصویرم یا با تغییر رنگ تصویرم، مثلا اون رو بلک اند وایت بکنم، بذارم روی های کنتراست رد، بعد بلندینگ مودش رو از نورمال به مثلا مالتیپلای تغییر بدم یا مثلا به اوورلی یا هارد لایت تغییر بدم. و در نهایت اگه خیلی دقیق کار بکنید و سعی بکنید که کلیک های متفاوت داشته باشین، ضمن اینکه میتونید تو براش برگردین بیاین در قسمت اسکترینگ، اسکترینگتون کمتر بکنید، بیشتر بکنید، تراکمتون رو بیشتر بکنید یا کمتر بکنید، به هر حال امکانات متفاوتی خواهید داشت. در نهایت میتونه یک تصویری باشه مثل این که کمی با دقت بیشتری و با رنگ‌های متفاوت‌تری این اتفاق برام افتاده و کار کردیم. خیلی از این تکنیک‌تون استفاده بکنید، چه تو پروژه‌های گرافیکیتون و چه توی پروژه‌های عکاسی. علی رجبی هستم از آترین.